بیننده های گرانقدر تلویزیون جهانی امید 24 درود و احترام تقدیمتان کنم و با آرزوی صحت و سلامتی کامل شما عزیزان اینک چهارشنبه ساعت یک بعد از ظهر به وقت تورنتوی کانادا و ما با تقدیم بخش 113 تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان که به صورت مستقیم و زنده از طریق شبکه تلویزیون جهانی امید 24 از شهر بزرگ تورنتو تقدیم شما میشه در خدمتتان قرار داریم عزیزان بیننده از او تعداد از شما دوستانی که در هفته گذشته باز هم با برقراری تماس ها و مهربانی هایتان مایه دلگرمی بیشتر ما شدین بازم اظهار تشکر و امتنان میکنم و باید برز برسونم که اینک ساعت یک بعد از ظهر به وقت تورنتوس و برنامه ما به گونه تکرار و یا مجدد به ساعت هفت شام به وقت تورنتو همچنان پخش خواهد شد و دوستانی که در اروپا تشریف دارن و ساعت هفت شام میتونن این برنامه ای ما را همی اکنون تماشا بفرمایند و در کابل عزیز ما همین اکنون ساعت دهونیم شب است و همچنان برنامه ما پس از این نشر مستقیم با یوتیوب هم جابجا جا میشه و عزیزانی که فرصت دیدن و شنیدن این برنامه را همی اکنون نداشته باشند میتونن در صورت ضرورت و یا در صورت نیاز و یوتوب مراجب با یوتیوب مراجعه بفرمایند با همین مقدمه تا چهارشنبه گذشته شما عزیزان حتما به خاطر خواهید داشت که ما در اطراف استفاده های سو استفاده های مردانه و خسمانه مقام های نظامی و ملکی پاکستان از وضعیت وخیم و خطرناک و خونین مردم افغانستان صحبت های داشتیم اسناد ارائه کردیم و تذکرات خدمت شما تقدیم شد و تذکر داده بودم که سوی استفاده های پاکستان که به صورت بسیار ناجایز و دور از انصاف در سال های جهاد مردم افغانستان به ضد قشون اشغالگر روز صورت گرفت عباد مختلف داشت و گفتیم که ابعاد مختلفی را که باید خدمت شما برز برسانم استفاده های مادی بود یا مالی یا اقتصادی استفاده استخباراتی سیاسی نظامی و استعماری در یکی دو هفته گذشته در اطراف سوی استفاده های غرزالود و منفعت طلبانه مقام های پاکستانی در بخش مالی یا اقتصادی و تا حدودی هم در بخش های وسایل و وسایت نظامی صحبت کردیم و تای برنامه ای هفته و شاید هم هفته آینده آرزومند استیم در دو بخش بسیار بسیار مهم دیگه که مستقیما رابطه با چگونگی سرنوشت ملت ما داره صحبت کنیم ای بود عبارت از استفاده های سو و خسمانه سیاسی و استعماری مقام های پاکستان از وضعیت مجاهدین و مهاجرین و در جمع از وضعیت خونین سرزمین عزیز ماست. به خاطر که یک مقایسه بین نیت نیک و نیت بد و بین دو کشور اسلامی افغانستان و پاکستان و رعایت های اخلاقی و یا عدم ای روایت ها داشته باشیم اجازه بتین به کتاب خاطرات سیاسی روانشاد سید قاسم رشتیا مراجع کنیم و سید قاسم ها از جمله وزرای مقتدر در دولت پادشاهی افغانستان بود و در بخصوص در کابینه زندیات دکتر محمد یوسف خان فعال مایشا و این خاطرات سیاسی خود بعدها وقت مهاجر شد در بیرون افغانستان نوشت و به چاپ رسید در سال 1965 میلادی تایی ای خاطرات سیاسی زندیات سید قاسم رشتیان می که جنگ بزرگی فی ما بین هندوستان و پاکستان در گرفت شاید هم کسایی که به سن سال ما یا سن سال بالاتر قرار دارن یاد داشت های داشته باشند یا به با یادشان باشه گزارش ها و خبرهایی که پخش می شد گرچه در نهایت امر نظامی های پاکستان در برابر هندوستان شکست رسوا آمیز خوردن اما در او شب و روز که این جنگ تمام عیار فی ما بین دو کشور مشتعل شده بود در کابینه زنده دکتر محمد یوسف خان که آقای رشتی عضو برچسته ای, ای کابینه بود جلسات صورت میگره روی همی موضوع خاص چگونگی جنگ ما بین دو کشور پاکستان و هندوستان و اتخاذ تصامیم یا اتخاذ موضع سیاسی و نظامی چگونگی موازه آیا موضع انتقام جویانه گرفته شوه یا نشه با استفاده از وضعیت بل پاکستان این جلسات و نشست های کابینه صورت میگیره زنده یاد تذکر میته در صفحه 243 ای کتاب خودش ما این متن خدمت شما عزیزان میخونم و در نهایت میخواهیم نتیجه گری بکنیم که و شما عزیزان هم میتونید در این مورد داوری های خود داشته باشید سید قاسم رشتیا در صفحه 243 خاطرات سیاسی خودش می نویسه که از طرف دیگر عقل سلیم خب از اینجا می که میگه میان پاکستان و هندستان و نشست اعضای کابینه دکتر محمد یوسف روی موضوع صورت گرفت و بعضی از وزرای رادیکال زنده یاد رشتی تذکر که بعضی از وزرای رادیکال در کابینه دکتر یوسف خان حضور داشتن که میگفتن استدلال میکدن که باید افغانستان از این فرصت پیش آمده یعنی فرصتی که پاکستان دچار جنگ و آشفتگی است افغانستان باید اقدام بکنه خاطر اعاده سرزمین های از دست رفته و یا حل منازعه پشتونستان و اما آقای رشتیا ها تذکر میته که رشتی سخ، سخن به دست میگره و در برابر سایر وزرا استدلال میکنه مبنی به ای که ما نباید از پشت پاکستانی ها رو خنجر بزنیم میگه که از طرف دیگر عقل سلیم و مقتضیات سیاست بین المللی و از همه گذشته انگیزه های اسلامی و افغانی حکم میکرد که افغانستان از چنین موقع درگیری و اختناق پاکستان برای مقاصد سیاسی استفاده نکرده با اصطلاح از پشت سر به حریف خنجر حواله نکند این استدلال زندیات رشتیا در داخل کابینه دکتر محمد یوسف خان بود و علاوه میکنه که از همه گذشته نباید فراموش کرد که پاکستان یک کشور مسلمان و حریف آن هندوستان است و افغانستان با این عمل خود یعنی اگر اقدام تخریبی و نظامی در این حالت علیه پاکستان انجام بده و افغانستان با این عمل خود نه تنها انعنات عن ملی و باستانی خود را زیر پای می گذارد انعناتی که هیچگاه حمله از پشت سر را بر حریف مجاز نمی داند بلکه بر علاوه با درگیری یک کشور مسلمان با یک کشور غیر مسلمان در حقیقت با کشور غیر مسلمان اعانت می نماید که چونین عمل بی سابقه هیچگاه از طرف کشورها و ملت های اسلامی بخشیده نخواهد شد ملاحظه بفرمایین بیننده های گرامی و شنونده های عزیز که در او زمان افغانستان می توانست اقدامات تخریب کننده ناراحت کننده و انتقام جویانه در برابر پاکستان اتخاذ کنه و می سوی استفاده از وضعیت بد جنگی که در پاکستان ادامه داشت به عمل بیاره مگر می بینیم که کابینه افغانستان ملاحظات اخلاقی و افغانی و انسانی و اسلامی را و همسایداری نیک مد نظر می و میگه که د حالتی که پاکستان قرار داره ما نباید از پشت سر خنجر بزنیم پس آقای رشتیا در امو مجلس وزرا یک تذکر دیگه هم میته میگه که یقین دارم که ملت پاکستان هم از این جست بزرگ منشانه ما یعنی خنجر نزدن نزقه در آینده تقدیر خواهد کرد بسیار خوب حال ببینیم دوستان گرامی که آیا مقام های پاکستانی هم چون نیت نیک و چون اخلاق و چون این موقف در برابر مصیبت که وارد حال ملت افغانستان شد داشته از خود تبارز داده یا خیر هرچند در او شب و روز وقتی که جنگ هند و پاکستان پایان میافه مقام های پاکستانی ضمن ملاقات با مقام های افغانی زمنی لفظی و ظاهرا تذکر میتن که ما ممنون چونین موزه های دوستانه شما هستیم و در آینده او را جبران خواهیم کرد ولی می بینیم که چگونه جبران شد این ایکویه های جانب افغانستان آیا واقعا جبران شد از طرف مقام های پاکستانی یا خیر یا برعکس همه عمل صورت گرفت خب در اینجا دوستای عزیز سالها گذشت تا بالاخره چانس بد ملت افغانستان توری بازی کرد که قشون مسلح تا بدندان مسلح یک بر قدرت در ناگوشش وارد افغانستان شد پس از یک کودت های خونین نظامی و مردم ما مجبور شدن نه تنها مقاومت در برابر بیگانه های اشغالگر بکنن بلکه نظر به بدی وضعیت و اوضاع گزیر شدن به خاک پاکستان هم پناه ببرن و مهاجرین ما که تعدادشان به چند میلیون نفر می رسید در اونجا نفس میکشیدن و مجاهدین افغانستان هم چون مراکز تنظیم های اسلامی مراکز تریننگ و تمرینات نظامی مراکز تمام امکانات نظامی و اقتصادی در خاک پاکستان سرازیر میشد و وجود داشت مجاهدین افغانستان هم ناگزیر بودن به قلمرو و پاکستان برند، از اونجا مشکلات خودشان مرفوع کنند، از نظر مالی و از نظر نظامی اینجاست که مقام های پاکستانی از همون روز اول وقتی افغان ها در قلمروشان سرازیل شد وقتی رهبران جهادی و تنظیمی در اونجا استقرار پیدا کردن وقتی کل جهان کشورهای بزرگ و پیشرفته و ثروتمند همه دار و ندار خودشان به پاکستانیا فرود آوردن پیاده کردن به نام افغان و افغانستان از امون روز اول مقام های پاکستانی تصمیم خود گرفتن استراتژی جود درست کردن طرح کردن استراتژی نظامی استراتژی آینده نگرانه و به سراحت گفته شده یکی از نامه های محرمانه و خصوصی آیسای پاکستان که در یکی از کتاب ها او را ما شخصا به نشر رساندیم عنوانی خطاب به رئیس جمهور پاکستان گفته میشه که ما در یک حالت خوبی قرار داریم که نباید بگذاریم که افغانستان دیگه به حالت اوزای 1973 خودش برگرده و ما باید استفاده اعظمی بکنیم از وضعیت افغانستان از معادنش از یورانیمش و بالاخره تلاش کنیم که یک دولت دست نشانده ضعیف اسلامی در کابل روی کار بیاره این استراتژی جانب پاکستان بود که از روز اول ایره رو تعیین کردن و اقدام اولشان به صورت بسیار خائنانه ای بود که از با وجود آمدن یک مرکز متحد یک مرکز قوی مبارزاتی که به دور یک حزب مشترک ملی جمع شوند افغانا و کمک ها به می یک حزب متحد و مشترک ملی کانال داده شود تا مبارزاتشان مسمر و سمر بخش باشه و اتحاد ملی مردم افغانستان هم تضمین شود چونی، تشکیل چونین حزبی اجازه ندادن بلکه احزاب که اسمش گذاشتن به جای حزب تنظیم اصطلاحات خودشان یعنی به جای یک حزب هشت داده تا دوازده حزب سیاسی نظامی را ایجاد کردن چرا چنین شد؟ استراتیجیست های پاکستان محاسبه خود داشتند و می که اگر یک حزب متحد و متشکل و مقتدر در خاک پاکستان موجود بیاید و مبارزات و مقاومت های زد تجاوز رهبری بکنه و پس از حصول آزادی افغانستان چونین یک حزب متحد و ملی برگرده به خاک افغانستان در واقع چونین یک حزب به صورت یک پارچه میتونه یک دولت قوی و متمرکز و بدرد بخوره ایجاد بکنه و میتونه ملت افغانستانه بر محور اتحاد و اتفاق جمع جور کنه به منظور جلوگیری از چنین یک پدیده مهم ملی مردم افغانستان اعضاب و تنظیم را به تعدد به تعداد زیاد تقسیم کردن و هر کدام این تنظیم ها را نه تنها رهبرانشان تحت کنترل و تحت نظارت شدید سیاسی گرفتن و مقدار یا اندازه وفاداری هر رهبر هر تنظیم سنجیدن که به کدام حد و پیمانه این رهبر تنظیم یا حزب به منافع پاکستان وفادار است و یا تابع آیسای پاکستان یا استخبارات پاکستان میشه تا کدام حد سخنان پاکستانی ها را میشنوند و برنامه هایشان را تطبیق میکنند همین یارا پیششان بود که مواد اسلحه کمک های اقتصادی و تمام سهولت های رکت جهان به خاک پاکستان سرازیر شد به اساس یا به سنجش میزان وفاداری و کمتر وفاداری و بیشتر وفاداری رهبران تنظیم ها تقسیم کردند. و حتی بعضی از این تنظیم ها را مانند حزب اسلامی چنان تقویت کردن حمایت شد و به جهانی را معرفی کردند که بالای حزب سرمایه گذاری کردند آیس پاکستان که در آینده اینمی حزب باید در افغانستان به اقتدار سیاسی برسد تا کاملا به سود پاکستان کار کنه و همچنان به می اساس بود عزیزان که در افتراق احزاب در جدایی ها و تعدد تنظیم و حزب کار دیگه که کردن بسیار ماهرانه و استعماری او عبارت از این بود که اختلاف و سوی تفاهمه، اختلاف یا تعصب قومی و زبانی را و نژادی را فی ما بین اعضای هر حزب و بین هر اعضاب مختلف و اعضای اعضاب مختلف خلق کردن امدن و قصدن تا این حزبایی را که به صورت متفرق در خاک پاکستان درست کردن ایج وقت با هم پیوان نخورن و ایج وقت متحد نشن نه تنها که متحد نشن بلکه در آینده وقتی برمی گردن به افغانستان به رخ یک دیگه خودشان تیغ بکشن که کشیدن این بخشی از سیاست استعماری پاکستانی ها بود که در مورد افغانستان عزیز ما انجام دادن و سمره هم گرفتن مثلا در یک گوشه از کتاب جگروال یوسف پاکستانی به نام تلک خرس می که بسیار بشرمانه و با صراحت خودش اعتراف میکنه که جنرال عبدال... اختر عبدالرحمن عرض کده بودم شخصیت دوم پاکستان پس از یاول حق و رئیس آیسای دو زمان و استراتژیست پاکستانی میگه که به ما روز هدایت داد که همه رهبران جهادی افغانستان یا رهبران تنظیم ها را بخوای دستور بده که فوراً بیاین اضافه میکنه که به دفتر خود آمدم و ما چون هر جایی که می میبودن هم شماره های تلفنی رهبرا نزد ما وجود داشت و هم آدرس های مشخص و مکملشون و هم هر جایی که میرفتن به ما اطلاع میدادن ما میدانستیم که کی در کجاست و به دفتر خود آمدم و تلفن برداشتم به هر کدامش تلفن کردم و گفتم که هر چیزو تر خدا دگر والی یوسف اضافه میکنه که دیره نپایده بود که این رهبرا عرق ریزانه و بسیار با تلاش و وارخطا حضور یافتند. وقتی به دفتر ما حضور یافتند گو رفتم به دفتر اختر عبدالرحمن جنرال که عامر این دگر یوسف هم بود گو رفتم به اطلاعش رساندم که رهبران تنظیم های جهادی افغانستان خواستیم آماده هستند دستور چی است گفت با یک لبخند معنیدار برای من گفت که همه شب رخصت کو خب چون دستور همه طول بود گفت برگشتم به دفتر و یا همه را رخصت کردم که شما برین ولی روز دگه گفت به منزل اختر عبدالرحمن از طرف اصر نشسته بودیم و با امی جنرال چای می نوشیدیم و این سوال در ذهن من بود که چرا جنرال چنین دستور داد و چرا پس از اینقدر تلاش و تپیدن بالاخره اینا را همه داد و برگشتم گفت امی سوال امرش مطرح کردم و گفتم که جنرال ای چی اصرار بود اگر لطفا برای من بگویی گفت به من خندید و گفت که من تو را آزمودم که چقدر این رهبرای جهادی را میتونی زود جمع کنی و چقدر بالاشان اتوریته و صلاحیت داری و چقدر اینا را تحت کنترل گرفته تا نیستی خب این تذکر نسبی بود که خدمت شما انجام دادم تقدیم کردم دوستان گرامی حال در یک جای دیگر یوسف میگه در امی کتاب خودش نوشته میکنه بعد از آن که با عده از آنها با رهبران جهادی و قماندان های احزاب در پاکستان با رهبران و قماندان های تنظیم های جهادی در جریان تمرینات آشنا شدم و یا در جریان فعالیت های محاربوی با آنها تماس حاصل نمودم و با مشکلات داخلیشان آشنا شدم و حتی به مراکزشان به داخل افغانستان سفر کردم یا سفرها کردم اطمینان دو جانبه بین ما پیدا شد و ادهی از آنها قانع شدند که مشوره‌هایی که ما برایشان می‌دهیم با نظر و اصول جنگیشان مطابق است شما ببینید دوستان عزیز که سخن تا کجا رساندند که تا داخل افغانستان نفوذ می‌کنند، کنند مراکز مواضع سنگرهای مجاهدین ملاحظه می کنند نقش برداری می‌کنند، مناطق مختلف افغانستان برای مبادا بر روز آینده خودشان ظاهرا به نام ای که ما آمدیم که وضعیت جنگی شما را ببینیم و مشکلاتتان مرفوع کنیم و افکار تخریبی را در هر قدم اختر عبدالرحمن و سایر جنرال های پاکستانی ضمن صحبت ها نشست ها و جلسات خصوصی که حتی با زیاد داشتند بر ذهن و زمیر اینا تزریق کردن مثلا گفتن کابل دارالحرب است و هر زمانی که دارالحرب تصرف شوه باید به با ویرانه مبدل شوه ساکنینش به قتل برسن تا ای دارالحرب پاک شوه و به غنیمت گرفته شوه مالش انسانش و به می دلیل بود بیننده عزیز که وقتی آقای سیاف به کابل برمی گرده در وقت قدرتشون تا یکی از صحبت یا مصاحبه های تلویزیونی با سراحت تام بدون اندکترین شرم میگه که کابل ناپاک شده باید حداقل دو تا سه متر کابل کنده شوه و خاکش به بیرون انتقال داده شوه تا این شهر پاک شوه شما میبینین فرم... می که سیاف از کجایی سخنه گفت از کجا نشعت کرد این طرز تفکرش از امو آیسای پاکستان طرز تفکری که در اونجا برشان گفته شد تزریق شد تفهیم شد که کابل دارالکفر است یا دارالحرب است ای باید به ویران مبدل شود در ارتباط تنگ و تنگ سخنان یا تصمیم جنرال زیالق که گفته بود کابل باید بسوزه چنان که بعدا کابل سوخت کابل توسط حزب اسلامی و هزارها راکتی که شلیک کدن باعث کشیدن یا همه برنامه های استعماری جانب پاکستان بوده که افغانستان و ایرانه بسازه هیچ برنامه امرانی، علمی، صنعتی در افغانستان باید پیاده ساخته نشد تا در آینده ها بتانه برنامه های استعماری خود در این سرزمین پیاده کنه و امید اگر وال یوسف ببینین ها را دوستانی عزیز میگه در خانه اگر کس از یک حرف بس است ما وقتی که جست جسته گوشه های مستند جوانب به مختلف خدمت شما برز میرسونیم یقین کامل داریم که شما اموطنان گرامی نتایج بسیار بزرگ می از از ایگه پا دگروال یوسف در یک گوشه از کتاب خودش نوشته می که جنرال اختر با مصروفیت هایی که داشت صرف پنجاه فیصد وقت خود را در این راه مصرف می توانست. در کدام را؟ در راه دید و وادید و امور سیاسی در بخش رهبران احزاب زیرا تذکر می تا زیرا امور سیاسی را خود جنرال اختر با ایشان با می رهبرهای تنظیم های جهادی ترحمه کرد پس شما اهمیت مسئله را بیننده عزیز درک بکنین که جنرال اختر با عنوان یک جنرال مقتدر کودتاچی و با عنوان شخصیت دوم پاکستان و با عنوان رئیس استخبارات نظامی و کشور موضوع سیاسی را یا تلقینات سیاسی را خود شخصا به عهده میگیره و این رهبرا را همیشه وقتا فوق میخواهد و برشان تزریق میکنه تلقین میکنه که شما چی باید بکنین چی باید نکنین و جنرال دیگه که بعدا با عنوان رئیس آی آی پاکستان تعیین شد و بخشای مهم و بزرگ جهاد افغانستان با عهده داشت در بخش تخریبات و نابودسازی ها به نام جنرال حمید گل بود یا پدر تنظیم های اسلامی جنرال حمید گل آنقدر سوگند خورده بود در برابر ملت افغانستان که تا روزهای آخری هم که به جهنم پیوست در جهت تقویت داعش و طالب علیه منافع ملی ما اندکترین تعلل بخرش نداد در ارتباط تنگاتنگ تنگ با سایر مفتی ها و ملاهای پاکستانی بنیادگراه های عقبگرای پاکستان همیشه تلاش کرد تا افغانستان در بدترین حالت نگاه بکنه و در یک جای استیف کول که عرض کده بودم نویسنده کتاب جنگش باز در امی مورد جنرال حمیدگل هم تذکر می تم میگه جنرال حمیدگل رئیس سابق آی اس آی می گفت آتش بس در جهاد علیه پیروان مارکسیست وجود ندارد جنگ تا آن وقت باید ادامه یابد که دارالحرب یعنی شهر کابل از کردم خدمت شما دارالکفر و دارالحرب به دارالاسلام تبدیل شود و ما بعدا دیدیم که چطور کابل به دارالاسلام مبدل شد از سال 1992 به بعد پس از شکست مفتزهانه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و پس از قتل فجیع دکتر نجبولا و پس از برگشت مجاهدین به شهر کابل و با قدرت رسیدنشان دیدیم که کابل چطور دار الاسلام ساختن هم وطنهای عزیز ما همه شاهد هستند که فکر نمی ضرورت به توضیح بیشتر داشته باشیم شست هزار باشنده کابل به قتل میرسه هزارها هزار باشنده کابل و مهمش تا او زمان همه سختی ها را میپذیرند در کابل میمانند ولی پس از راکتباران باران حزب اسلامی و جناهای دگه با به فرار میگذارند از کابل به طرف جلال آباد مزار ولایات مختلف خاک پاکستان و دیدیم دوستان عزیز که البته سخنهای ما بیشتر از این مورد در مورد استفاده های استعماری مقام های پاکستانی و شما عزیزان معنای استعمار هم می که یک کشوری که دست بالا پیدا میکنه قدرت نظامی بیشتر و قدرت اقتصادی بیشتر توقعاتش بالا میره میخواید سرزمین خودت پهن کنه سرزمین های دیگر را اشغال بکنه و شیره جان ملت های دیگر بمکه بنوشه و ملت ها را سرکوب کنه و تحت استعمار و استفاده خودش قرار بده پاکستان که در بناگوش ما قرار گرفته و آله که بزام خودشان دارای اسلحه اتمی هم شدن یعنی اولین کشور اسلامی که دارای سلاح اتمی است که از این سلاح همیشه همسایه خودشان می ترسانند توقعش بالا رفته چون در برابر هند بزرگ نمیتانه بزرگ نمایی کنه چون شکست های مفتزهانه را نصیب شده ولی در برابر افغانستان ضربت خورده زخمی جنگ دیده و جنگ زده می دست بالا و چنانچه دست بالا هم داره پس می بینیم دوستان عزیز در امون زمانی که هنوز حزب دموکراتیک خلق به سر اقتدار بود کابل مورد شکنجه و مورد ضربت‌های راکت‌های راکت به اصطلاح مجاهدین قرار داشت و روزی نبود که ده ها راکت به شهر کابل شلیک نمی شد معناش ای بود که پاکستانی از روز اول میخواستن انتقام کشی کنن شهر باستانی و تاریخی و اجدادی ما را شهر کابل ویرانه و زخمی بسازن ببینین عزیزان در بخشای پایانی برنامه رسیدیم اما جای داره که یک نقل قول از دگر یوسف از کتاب خودش بکنیم در یک جای میگه راه دیگری که کابل کوبیده شده میتوانست حملات راکتی از مسافات دور به شهر بود و این طریق خیلی ساده داشت به همین اساس قریب ده هزار راکت به نقاط مختلف شهر کابل اصابت نمود به مرور زمان یعنی و شلیک راکت و برنامه وریانی و خرابسازی شهر ما و ولایات ما توسط که توسط به اصطلاح قماندان های جهادی و فوجی های خود پاکستان که در درون این تشکلات جا جای شده بدن نفوذ کرده بدن برنامه از قبل بود و اوج این برنامه ویرانگرانه پس از سال 1992 عملا دیده شد که خاک کابل به اصطلاح به آسمان ها رسندن. پس می بینیم که ملت ما سرزمین ما کابل عزیز ما زندگی و هستی ما مورد انتقام و مورد نفرت پاکستانی های بیماروت قرار داره ما تا یک برنامه دیگه هم در چهارشنبه آینده دوستان گرامی خواهیم داشت در قسمت استفاده های عظیم استعماری پاکستانی ها علیه سرزمین ما و کشتارهای های که حتی در پاکستان و کویته در دوران سالهای جهاد انجام دادن روشنفکران و دانشمندان و علما و وطن دوستان و عناصر و افراد ملی به در بخور ما را سربنیست کردن فیرست داریم که امیدواریم بتانیم همه ی خدمت شما طی برنامه آینده بخوانیم و ادامه همی کشتارها انوز هم که انوز از در شهر کابل و ولایات ما به چشم دیده میشه کشتارهای افراد اشخاص و انسانهای بدر بخور و دلسوز و وطن ما چی عالم چی روشن فکر معلم سیاستمدار هنرمند خبرنگار ژورنالیست و امثال هم از امو سالهای دوران جهاد در پشاور و کویته ادامه داشت و تا امروز همه روزه قربانی میتیم و ادامه داره ای ترورهای های سازمانی یافته و همه روزه وقتی که در شهر کابل صورت میگره اینا رو دوستان گرامی چی فکر میکنین کار عادی و برنامه عادی نیست ای برنامه ها سرچشمه بسیار غزبالود و کینتوزانه داره که از حزب تحریر تا حزب اسلامی تا داعش تا گروه طالب تا سازمان جهنمی و تروریستی لشکر طیبه و تا سایر ای تشکیلات تروریستی همه در جمع دستشان با هم است اینا را به هیچ صورت ما با گونه جداگانه مطالعه نمی کنیم همه مرکز و دستور سادر شان آی ای پاکستان با عنوان یک مرکز جهنمی و دوزخی و انتقام کش در بناگوش ما هست دولت های افغانستان و مخصوصا تشکیلات امنیت ملی افغانستان باید آگاهی بیشتر بیافت باید, باید کار خودشانه در این موارد آگاهانه و و دقیقانه به پیش ببرن دوستان گرامی آهسته به پایان برنامه خود رسیدیم از شما ممنون هستیم تشکر میکنیم که تا ای کپتر از یک ساعت با ما بودین آرزومند هستیم تانسته باشیم گوشه های یا ناگفته یا فراموش شده را در مورد سرزمین آبایی و اجدادی ما به خدمت شما به عرض برسانم و وعده میتونم که در هفته آینده چهارشنبه بازم ساعت یک بعد از اول با وقت تورنتو با ما باشین لطفا در مورد کشتارهای آیسای پاکستان و در مورد خیانت هایی که تا امروز در بخشهای دیگه انجام داده علیه سرنوشت ما و تا امروز در تعیین سرنوشت خونین ملت ما دخیل است کاملا و با لابیگری هایی که میکنن با لفاظی هایی که دارن با سیاست های زرنگانه و شیادانه که به کار میبرن و با فریبکاری هایی را که از چندین سال به این طرف ادامه داره زندگی و هستی و آرامش و سعادت و وقار ملت ما را و مردم ما را به خاک اکسان کردن آرزومند استیم که عاقبت دست خونین و ناپاک آیسای پاکستان و همسایه های مغرز دگه به شمول ایران و همچنان دشمنان دوردستر ما در هر کجای جهان که موقعیت دارن ولی نیت ناپاک علیه ما و علیه افغانستان غریب افغانستان ناتوان و پامال شده دارن و می آرزو برنامه را پایان میتیم و با آرزوی صحت و سلامتی شما عزیزان و با امید آزادی و آبادی کامل سرزمین ما افغانستانی عزیز با شما ودا می کنیم شاد و صحتمند باشید